به نام خدا و سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون اسلام. بینندگان عزیز به برنامه آیین زندگی خوش آمدید. خداوند بزرگ سپاسگزارم که یک بار دیگر توفیق داد تا از طریق برنامه آیین زندگی مهمان خانه های شما عزیزان باشیم. دوستان نهایت گرامی، در برنامه امروز آیین زندگی استاد سید عبدالله خلیق در استودیو با ما حضور دارند و با ایشان به تعدادی از سوالات میپردازیم که شما دوستان عزیز از طریق راههای ارتباطی برنامه در جریان هفته گذشته برای ما فرستاده بودید. جناب استاد در استودیو حضور دارند. جناب استاد، به برنامه خوش آمدید میگم. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش باشیم، سلامت باشیم. سلامت باشیم جناب استاد. طبق روال برنامه گذشته که با شما داشتیم، امروز هم جناب استاد سوالاتی از بینندگان عزیز داریم که در جریان هفته گذشته برای ما فرستاده بودند. سوال اول داریم جناب استاد، که گفتند یک شخصی به خانم خود میگه که اگر فلان کار انجام بدی یا فلان جا بری من تو رو طلاق میدم. گفت آیا خانم طلاق میشه یا خیر؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، قال الله عز وجل في محكم كتابه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. مسئله طلاق یکی از در واقع بدترین مباهات، چیزهایی که مباهه و از همه بدتر، یا میتونیم بگیم مبغوزترین از اونهایی که در نزد الله تبارک و تعالی بسیار زشته، مسئله طلاق. امیدواریم که طلاق در بین امت اسلامی واقع نشه، چون طلاق متاسفانه پیامدهای بسیار ناگوار و زشتی داره. اما در خصوص سوالی که شما کردین، ایر به نام تعلیق طلاق میگن. طلاق از خود اقسام داره. یکی از انواع طلاق ها تعلیق طلاق است، یعنی معلق کردن طلاق به یک کار دیگر. به این معنی که وقتی که این مرد برای خانم خود میگه اگر تو رفتی به فلانه جا، یا اگر این سخن گفتی، اگر این غذا پخته کردی، اگر و اگر هر کاری کردی، بالفرض میگه تو طلاقی، این خب وقتی که علمو شرط پیدا شد، شرط و مشروط که با همه، با مجرد که این کار رو کرد، علمو خانم به اصطلاح اوتومات طلاق بشه. به همین لفظ اگر میگه طلاقی، طبعا او یک طلاق رجعی میشه، یک طلاق میشه. درست. و باز خانم میتونه در صورت تبایل، پس به خانم مرد میتونه که به خانم خود رجوع بکنه و انشاءالله مشکل نداره، با در نظر داشته ای که یک طلاق از اینا کم شده. بله. اما ای که اینا گفتن اگر تو ای کار کردی یا ای حرف زدی فلان جا رفتی تو طلاق میدم، و طبعا در حال اینا طلاق نمیشن. درست. اما معنای اینه بر ذمه شوهر یک چیز لازم شد که ای باید طلاق بده. بله. چون او گفت اگر رفتی مطور طلاق میدم. حال در این خصوصه که طبعا یک طلاق در آینده اگر طلاق نداد تا قبل از فوت، حتی او یک طلاق میشه. به همین لفظ باشه انشاءالله، ولو ای که طلاق هم میشه، طوری که ما گفتم یک، چون به لفظ صریح گفته یک طلاق رجعی میشه، و انشاءالله که مشکل بزرگتری به بار نمیاره. توصیه برای همه دوستا، خصوصا جوانای عزیز که متاسفانه در قسمت طلاق جوانهای ما میبینیم گاهی مشاهده میشه که کم حوصله ترکن، بسیار باید متوجه باشن، با حوصله باشن، صبر داشته باشن، بردباری داشته باشن، طلاق به هیچ عنوان به زبان خود جری نکنن. به هیچ عنوان. من اگر اجازه باشه یک شوخی بسیار کوچک در این زمینه بکنم، مگه یک نفر به اعتکاف نشسته بود در دهه اخیر ماه مبارک رمضان، یکی آمد با او صحبت کرد، یکی دیگر گفت که ای به من زن بد داره. زن که امان همون گمانه میگن، گفت زن بد میکنه به من. باز این معتکف بینوا نمیفهمید معنای زن. گفت نام زن رو به تن مسجد نبری. باز این طرف گفت که من نام زن رو نبردم، زن میگم، زن که یعنی گمان. گفت این نام زن رو به تن مسجد به من هیچ رقم نبری. حالا کم توصیم اینه که همین لفظ طلاق به هیچ عنوان کوشش کنی که به زبان ما جری نشه. باز اگر خدای نکرده این طلاق مکررن باز جری شد، یا خدای نکرده بعضی از روی بی‌حوصلگی میبینین که به یک مرتبه طلاق از ثلاثه یا بالاتر از حرف اصطلاح خود از اینا میدن، باز وقتی که
جبرانی هم نداره و پشیمونی از اونها هم سودی نداره. پس امیدوارم که این لفظ در زبان نیارن و کوشش بکنن از حوصله مندی کار بگیرن و با هم تحمل داشته باشن. بله. سوال دیگر دارم جناب استاد، پرسیدن که ترتیب سوره ها در قرائت نماز چی هم داره؟ آیا این حتمیه که ما باید وقتی در نماز میشتیم و یک سوره را قرائت میکنیم و برکت بعدی سوره دیگر قرائت میکنیم، آیا ترتیب سوره ها حتمی هست یا خیر؟ یقینا ترتیب سوره ها مسئله لازمی و ضروری و حتمیه، باید ما داشته باشیم. زمینه که قرآن عظیم شان دو نوع ترتیب داره. یک ترتیب نزول داره بر حسب آیاتی که نازل شده، که ما همه میفهمیم که الحمدلله اولین آیاتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد 5 آیه اول سوره اقرا نازل شد. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. این اولین آیاتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. آخرین سوره کاملی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، آخرین سوره کامل سوره اذا جاء است، اذا جاء نصر الله والفتح. یا آخرین آیه‌ای که به پیامبر علیه السلام نازل شد، اگرچه مفسرین در این زمینه یک اختلافی در قسمت آخرین آیه دارد، بعضی میفرمان که آیه مبارکه واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، که این آیه در سوره مبارکه بقره است. و عده دیگر میفرمایند که احتمالا مشهورتر باشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که در سوره مبارکه مائده است. حال ما میبینیم که ترتیب به حسب نزول او بدگه شکلیه، او را الله تبارک و تعالی حسب حکمتی که پروردگار جل جلاله داشت و تقاضای حوادث و سوالهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم میشد و حال و ظروف و احوالی که در او زندگی میکردن، الله تبارک و تعالی آیات را نازل میکرد. اما ترتیب تلاوت قرآن عظیم الشان، علمی ترتیبی که قرآن عظیم الشان به دست ما هست و در لوح محفوظ به همین ترتیبه که از ابتدا سوره فاتحه هست الحمدلله شریف، سپس ببینیم سوره بقره الف لام میم و به همون حساب آل عمران و نساء تا به آخر که میاییم به سوره های سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. در نماز باید علمی ترتیب مراعات بشه، درست. از طرف سوره اول به طرف سوره آخر میاییم. اگر ما در نماز خود مثلا در رکعت اول ما سوره فیل رو خواندیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، در رکعت بعدی از سوره های قبلی نمیتوانیم بخونیم. باید از سوره های بخونیم که بعد از سوره فیل قرار داره، سوره قریش، سوره ماعون، سوره کوثر، هر کدام که باز خوندیم مشکل نیست. یکی اینه که بعضی از دوستا گاهی میگن که اگر یک سوره شما منجی بزنین باز نماز کراهیت داره. در اینجا یک کم اشتباه فهمیده شده این صحبت. این زمانیه که اگر ما نمازهای نفل رو میخوانیم، در نماز نفل اگر ما 2 سوره 3 سوره هم در یک رکعت بخوانیم یا بیشتر از اون مشکل نداره، خصوص نماز تهجد. در نماز تهجد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که قرائت طولانی بشه بهتر از اینه که سجده های ما زیادتر بشه، یعنی رکعات خود کمتر بخونیم ولی قرائت طولانی بکنیم. حال معمولا که شاید بعضی از دوستا چیزی از قرآن عظیم الشان از سوره های طولانی حفظ نداشته باشن، خب میتونن در رکعت های تهجد یا در نفلی که میخوانن خصوص در شب 2-4 سوره یا بیشتر از اون در یک رکعت بخونن. در همین زمینه وقتی که سوره ها در یک رکعت میخوانن، یک سوره نباید منجی بزنن، درست، که وقت کراهیت داره. اما اگر این در 2 رکعت شد مشکلی هم نداره که سوره به وسط میگذارن با سوره بعدی میخوانن، یا به ترتیب میخوانن، یا 2-3 سوره منجی میزنن و یک سوره دیگر بخوانن، اشکال نداره. اما ترتیب باید مراعات بشه. در نمازهای فرض هم اگر یک سوره منجی بخوره مشکلی نداره؟ در نمازهای فرض معمولا اصل همینه که ما یک سوره در یک رکعت میخوانیم یا چند آیه رو میخوانیم. پس بر رکعت بعدی اگر شما یک سوره رو منجی زنیم اشکال نداره، 2 سوره رو منجی زنیم اشکال نداره یا بیشتر. تشکر جناب استاد. سوال دیگر داریم، گفتن که چه چیزهایی
به مورد نفع میرسونه. حالا ما میبینیم که بعضی فرهنگ ها و رسم و رواج های هست و بعضی که یک شخص مفاد میکنه، میبینیم بعضی مراسم هایی میگیرن به یه هدف که به شخصی که فوت کرده یک نفع برسونه. حالا از دید دین مقدس اسلام چه کارهایی فامیلمون میت انجام بده یا دوستان از انجام بده که یک نفعی برای از برسونه و آیا کدام نتیجه داره این کارهای خیر؟ دقیقا میت مسلمان وقتی که طبعا فوت میکنه نیازمند برای زنده ها به نحوه هست به. یعنی ورثه از او به نحوه برای از او میتوانند که نفع برسانند و برای از او خیر برسانند و یا علمی ورثه سبب خیر و صلاح و خوبی برای از او بشه. از اون جمله ما در احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، میبینید یکی از این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اولاد صالح، اولاد صالحی که برای والدین خود دعا میکنه یا اولاد صالحی که سبب دعا میشه. وقتی که او در جامعه مردم میبینن کارهای خیر که انجام میده، یقینا که مردم به والدین او دعا میکنن. پس این صریح در ای که میت به دعای ما نیازمنده و دعای ما برای میت نفع میرسونه. استغفاری که ما طلب کنیم برای پدر و مادر خود، برای اموات خود، وقتی که ما استغفار طلب میکنیم، یعنی استغفار برای از اونها انشاءالله که برای از اونها نفع میرسونه، حتی درجات اونها رو بالا میبره. از مسائل دیگه نفقات مالی که بر ذمه اموات ما باقی مونده بعد از اون ما رو ادا میکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در واقع قرضی که او داره قرض از اون ادا کنیم. ممکن حج بر او فرض شده بوده، اگرچه حج هم نفقه مالیه، عبادت مالی و هم عبادت بدنیه. حج از او خدای نکرده فوت شده، فرض بوده به جا نیاورده، بعد از او ورثه میتوانند که از عوض از او حج به جا بیارند و علمی ادای حج چون یک فریضه از ذمه از او میگرده برای از او نفع میرسانه. یا زکات مال خور خدای نکرده نداده بوده و نحوه، با زکات مال از او از گذشته میدن برای از او نفع میرسانه. و همچنین وصیتی که میت کرده باشه، اگرچه در قسمت وصایا بهترین عمل اینه که خود انسان مسلمان تا زمانی که زنده به دست خود صدقات بده، به دست خود نفقات بده. اما اگر به دست خود نداد، باز هم متاسفانه، یا به دست خود هم میداد، در آخر اون باز وصیت هم کرد، کار نیکیه که وصیت از او باید و حتما از طرف ورثه باید اجرا بشه. وصیت از او هم از ثلث مال جاری میشه. یعنی اگر ما مثالی بزنم، اگر کسی از این 10 لک افغانی باقی ماند و او وصیت کرد که مثلا فلانه مسجد در شما آباد کنیم یا مثلا سقف فلانه مسجد در شما ریخت بکنیم، حال برآورد میکنن که این سقف مسجد 4 لک افغانی مصرف داره یا این مصرفی که به این مسجد ما انجام بدن 4 لک افغانی مصارف زینه، در حالی که از این 10 لک افغانی باقی مانده. اینجا تقریبا 3,33,330 مثلا 3 یا 4 ریپر میتونن مصرف بکنن، بیشتر نمیتونن مصرف بکنن. انمی سیاک مال از اینه. وقتی که انمی وصیت را اجرا میکنن، این وصیت یقینا که نفعی برای میت هم میرسه. پس انمی اعمال نیک و مشروعی که ما انجام میدیم یقینا که برای میت میرسه. اما آنچه که متاسفانه در جامعه ما حال مد شده، در واقع یک عنعنه ختمات قرآن عظیم الشان که ما میبینیم، ختمات بسیار بزرگی در تالارها که ممکن خدای نکرده داری بعضن شاید مراعات مردم رو بکنن، این برای الله تبارک و تعالی نباشه. مراعات مردم به این معنا که گاهی ما از دوستا سوال میکنیم چرا تو ابی ختم قرآن میکنی، تعداد گاهی دیده میشه قرض میکنن یا موتر سواری زیرپا خور میفروشه یا موتر تاکسی خور میفروشه، بالاخره و نحوه مو کارفرمای دست خود بعد بفروشه که برای پدر یا مادر خود ختم قرآن بکنه. یا حتی میبینین بعضی یا خانه و زمین رو بعد به گیره رو بده اگر نفروشه که بیای ختم قرآن بکنه. وقتی که به او گفته میشه یقین میدانیم که دل از او نمیخواهی کار رو بکنه، اما میگه به واسطه مردم، اگر من این کار رو نکنم مردم برای من طعنه میزنن. خود دقیقا این ختم قرآن وقتی که از اول از اون ابتدا مشروعیت نداشته باشه، به میل از اون نباشه، ثواب وقتی که به خود از این به اصطلاح حاصل نشه، برای میت هم یقینا که این ثواب نداره. از این کارهای انعنویی که میکنن
یقینا که اینا بری میت ما والله عالم فکر نمی کنم که نفع برسه. پس ما دقیقا بعد این مراحل که شریعت مقدس اسلام برای ما بیان کرده از اینا استفاده بکنید. برای اموات خود همیشه دعا بکنید. بهترین چیز همی است که ما دعا بکنید. الله تبارک و تعالی به ما یاد داده میگه شما بگید رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خصوص برای پدر و مادر. یا الله برای اینها رحم کن چنانچه که اونا ما را تربیه کردن و در حالی که ما بسیار صغیر و طفل و کوچک بودیم. پس انشاءالله از این موارد شرعی ما میتوانیم استفاده بکنیم تا اینکه اموات ما انشاءالله به درجات بالاتر و یا به حاصل شدن ثوابهای نائل بشه. بله. سوال دیگر داریم جناب استاد. گفتن که یک شخص روزای قضایی داشته، حالا قبل از اینکه روزه را ادا بکنه وفات میکنه، کدام راه حلی برای جبران از این قضیه هست یا خیر؟ در قسمت قضایی ماه مبارک رمضان که یقینا بهترین کار همینه که وقتی که روز اول عید سعید فطر که در او روز روزه گرفتن جواز نداره و از نظر شرعی نامشروع هست، همین روز اول عید رمضان که سپری میشه، از روز دوم عید رمضان اینا میتوانن که روزه های قضایی خور بگیرن. و اگر روزه های قضایی خور ادا بکنه یک مسلمان، از روز دوم عید سعید فطر یقینا که کار نیکیه. اما گاهی میشه که طبعا همین مسلمان یا در اخیر ماه مبارک رمضان فوت میکنه یا بعد از اینکه بعد از عیدم شده روزه ها خورنیز نگرفته و وفات کرده، یقینا که اگر مدت زیادی تیر شده بود و این نگرفته بود، صحیح و سالم بود، یقینا که سهلنگاری کرده، چرا که همیت قضای رمضان بر او بوده و این سهلنگاری کرده و بعد از مدت وفات کرده و این روزه بر ذمه از او موند. خلاصه جبران این بله همی هست که باید فدیه این روزها برای مساکین باید که ادا بکنند. از هر روز فدیه از او حداقل باید که نیم من گندم، یعنی غذای دو عده یک فقیر، غذای دو عده در یک روز یک فقیر در بدل یا در ازای هر روزی که بر ذمه از اونا هست، اونا باید که به فقرا توزیع بکنه. بله. سوال دیگر داریم جناب استاد. گفتند آیه تلاوت از طریق رسانه شنیدند، حالا نیاز هست که اینها هم وقتی در خانه هستند یا در جای دیگر هستند سجده تلاوت به جای بیارن یا خیر؟ در این زمینه طبعا ما آیات داریم در قرآن عظیم الشان که 14 آیه و این آیات سجده تلاوت بر ما لازم میاره. در قسمت سجده تلاوت اگرچه دوستا زیادن سوال میکنن، خود در اینجا به همه اشاره بکنم، بهترین حالت سجده تلاوت اینه که همون لحظه که ما قرآن عظیم الشان رو میخوانیم، طبعا معمولا ما وضو داریم که قرآن کریم رو میخوانیم، چی در خانه نشسته باشیم، چی در مسجد باشیم، در دکان، در بازار. اگر برای با مقدور بود و میسر بود، بهترین حالت اینه که در همون جا ما سجده بکنیم. وضو داریم، پاک هستیم، اگر جا پاک بود خوب، اگر نبود جا نماز پتوی میندازیم و سجده میکنیم. این بهترین حالت سجده تلاوت. اما اگر این سجده تلاوت را نکردیم به ذمه ما هست تا اینکه بالفعل به نماز بریم، وقتی که نماز رو میخواییم ادا بکنیم، جلوتر از او یا بعد از او این سجده را ادا بکنیم، کار نیکه که این بر ذمه ما نمونه. بعضی دوستان میگن ما قرآن کریم رو خوندیم، حال 14 سجده بر ما واجبه، ما چه قسم ادا بکنیم؟ یعنی یک مسلمان نباید اینقدر نگاه بداره سجده تلاوت تا اینکه تمام قرآن کریم ختم بشه. خب حالا که قرآن هم ختم شده بعد 14 سجده خورد، میتونن یک سجده، دو سجده، سه سجده بالاخره ادا بکنن به هر نحوی که میکنن. در قسمت شنیدن از رسانه ها یا از دیگران، اگر ما نشسته ایم و یک مسلمان قرآن از موشن تلاوت میکنه آیه قرآن کریم و او آیه سجده تلاوت، خب یقینا بر ما واجب میشه به اتفاق علما. اما از رسانه به دو معنای، یکی اینه که می رسانه فعلا زنده به اصطلاح پخش میشه، ولی می فعلا اگر ما آیه سجده تلاوت رو میخونیم و در همین لحظه دوستا و عزیزای میشنون میبینن سجده تلاوت بر اونا لازمه. ضمن این که تعداد میفرمان از فقها، تعداد میفرمان که اگر این رسانه یعنی مستقیم یا به اصطلاح به طور زنده پخش نمیشد و این در گذشته ها شده بود، در گذشته مثلا قاری عبدالباسط رحمه الله، قاری میبینیم که قرآن از مشرع تلاوت میکنن، حال آیه سجده را زیبی شروعن. تعداد از فقها بر این نظرن که سجده تلاوت لازم نمیشه.
اما برای از اینکه ما از اختلاف بیرون بشیم، سجده خود از یک عبادته. ما اگر سجده تلاوت بر ذمه امام نباشه، با عنوان سجده تلاوت ما سجده کنیم برای الله تبارک و تعالی، این مشکل نداره، کار نیکی است. از نظر احتیاط بهتره که ما سجده کنیم. بله، ممنون جناب استاد. سوال دیگر دارم جناب استاد. میگن که چگونه خوابی وضو رو میشکند؟ این خب واضحه که وقتی انسان وضو داشته باشه و او رو خواب ببره، باید بره دوباره وضو بگیره اگه بخواه نماز رو ادا بکنه. حالا گفتن هر نوع خوابی با هر روشی آیا وضو میشکنه یا خیر؟ یقینا یکی از مبتلات وضو یا شکننده های وضو خواب است. درست. خواب طوری که شما هم اشاره کردیم یا او سوال کننده ای عزیز ما اشاره کرده، از خواب اقسامی داره. حالت که در او خواب شکننده وضو هست، او حالتی که انسان تکیه زده به یک چیز خواب میشه، مثلا برای می چوکی نشسته تکیه زده به خواب میبره، یعنی بی خبر میشه، غافل میشه از حال، یا مثلا به پهلو افتاده هم تا صحیح و سالم مقبول خواب میشه، یقینا که وضو شکستنده. خواب هایی که مثلا کسی در حالت نشسته چهار زانی زده نشسته، به همه حالت خواب میبره. طبعا او خواب خواب عمیق نیه، او موشیاری خود از دست نمیده، او درک داره. در همین حالت اگر او خواب ببره وضو از وی نمیشکنه. یا در حالت مثلا قعده که مردم او را التحیات میگن، در حالتی که ما به قعده میشینیم و التحیات را میخونیم، دو زانو او به همون لحظه قدر خواب میبره و پس بیدار میشه، این شکننده وضو نیست. در حالت رکوع شاید یک انسان را به خواب بره، در حالت سجده به خواب بره. اگر به چیزی تکیه زده نباشه و ما اگر همون چیزی که تکیه زده از او پس بکنیم و اون نیفتاد، تکون نخورد، در این حالت ای خواب مانع وضو نیست و وضو از او نشکسته. اگر به چیزی تکیه زده بود، مثلا به نمی بالشتی بود پلو از او یا یک کارتنی بود، وقتی که ما اون کارتن یا بالش در پس کردیم، میبینیم که بفتاد، یا در این حالت طبعا وضو از او شکسته و باید دوباره ای وضو بگیره. یعنی میخوابه که در این حالاتی که هوشیاری خود یا عمو درایت خود کامل از دست نمیده، حالت سجده، حالت رکوع، چهار زانی زدن، در این حالت وضو نمیشکنه. بله. سوال دیگر داریم جناب استاد. پرسیدن که وقتی ما با اشخاص کار میکنیم که به عنوان همکار اونها غیر مسلمان هستند، یعنی برخورد جدا از مسائل کاری، حالا برخورد ما به صورت عادی با اشخاص چگونه باید باشه؟ این سوال یقینا که یک سوال بسیار بزرگه و این تفصیلات زیاده رو میطلبه. شاید اگر ما جوانب از این بررسی بکنیم، یک برنامه کامل رو بطلبی. اما به طور کل کفار میتونیم اونا رو از طور کل به دو قسم اونا رو تقسیم بکنیم. یکی کافر حربی هست، کافره که با ما میجنگه، در جنگ است. طبعا او کافر الله تبارک و تعالی میفرمایه که وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه. انمو کافری که شما رو میکشه، یعنی با شما اهل حربه، شما هم او رو بکشید. در هر جایی که دیدیم وقتلوهم حیث ثقفتموهم، در هر جایی که شما برای مو کافر حربی قدرت پیدا کردین، شما حتی میتونید به قتل برسانید. وقتی که ما کافر رو به قتل رساندین، یقینا که مال از او هم اسمت نداره و حفظ نیه، مسئول نیه، مال از او هم برای ما غنیمت میشه و خود از او هم در واقع اگه کشتن شد، حتی غلام و کنیز برای ما میگرده. از کافر حربی که گذشته، کافری که با ما جنگ نمیکنه، باز او اقسام داره. ممکن کافری باشه اهل ذمه. اهل ذمه مسلمان هایی هستند که در کشور اسلامی زندگی میکنند، در کشور خود خود، در همون کشور اسلامی و پایبند قوانین حکومتی و دولتی خود هستند. به دین مبین اسلام کدام صدمه وارد نمی کنند، دسیسه بازی نمی کنند و جزیه ای که بر اونا تعیین شده ادا می کنند. انمی کافر در جامعه اسلامی مثل یک مسلمان حقوقی داره. باید به مال از او، به ناموس از او، به جان از او احترام گذاشته بشه و حفظ بشه. برای انمیت کافر خیانت کردن حرامه، انمیت کافر خدای نکرده لتکوب کردن بناحق حرامه، توهین کردن برای ازی حرامه. با انمیتر کافری باید خوبی باشه. اگر با ما همسایه، با او همسایگی داشته باشین، روابط نیک داشته باشین. اگر دکانداره، باید با دکان از این یا مشتریه در معاملات خود با این انصاف داشته باشین، در معاملات با این نیکی بکنین.
انمو رویش دیگه که اسلام برای ما توصیه کرده که با مسلمان ها داشته باشین، با اینا هم باید داشته باشیم، تا ای که خدای نکرده چهره اسلام، ما چهره اسلام را در برابر ایت کسا خدای نکرده باز بد نشان ندیم. کافر دیگه که باز مستأمنه به این معنی که از کشور دیگری این کافر به کشور اسلامی آمده، مثلا به اساس پاسپورت آمده، ویزا آمده، اجازه گرفته، برای از وقت داده شده و این کافر هم در برابر اسلام، در مقابل اسلام هیچ دسیسه و خیانت نمی کنه. این دا تا زمانی که در کشور اسلامی قرار داره و پایبند قوانین انمی کشور اسلامی هست، باید احترام از او حفظ بشه و به مال و جان و ناموس از او خیانت نشه و با او به اخلاق نیکو رفتار بشه. پس به این اساس جز کافر حربی که ما میتونیم او، چون او مال میکشه، ما هم او میتونیم بکشیم، مال از او بگیریم، دیگه کافری که به این شرایط میانن باید با اونا بسیار روابط نیک، روابط اخلاقی اسلامی مراعات بشه. بله دقیقا همین قسم جناب استاد. وقتی دنیای غرب رو نگاه میکنیم، اکثریت کسایی که رو به دین مقدس اسلام میارن و به دین اسلام مشرف میشن، وقتی برخورد و اخلاق نیک مسلمانان در اون جامعه یا در محیط کار میبینن، یعنی نوی شفتی اخلاق و برخورد مسلمان ها میشن و این باعث میشه که در مورد اسلام بیشتر تحقیق بکنن و وقت اسلام رو واقعی میشناسن، دیگه چاره غیر از این که اسلام رو بپذیرند ندارن. پس خوبه که اگر یک مسلمان در هر جایی که باشه اخلاق نیکی که اسلام او تحسین میکنه از خود به نمایش بگذاره، باعث میشه که دیگرها هم شفتی دین مقدس اسلام بشه. دقیقا در همین جا اگر اجازه باشه، ما در یک کتاب مطالعه کردم، یک قصه بسیار کوچک دیدم، میگه یک راننده یا یک دریور یک موتر به اصطلاح عمومی لینی بود در کشورهای اروپایی، یک مسلمان وقتی که میگه کرایه خود برای ازی داد، به نحوی این کرایه را مو باقی مانده برای ازی بیشتر داد. در این کتاب می قصه را آورده بود، یک مقدار بسیار کمی، حالا فکر کنین که یک سنت یا دو سنت از این دلار برای ازی بیشتر داد، به اندازه یک روپیه دو روپیه برای ازی بیشتر. این مسلمان وقتی که این پولا دید که یک دو افغانی یا یک دو سنت برای ازی اضافه تر داده، ببین چرت شد، متردد شد، گفت اینا رو پس بدم برای دریور. باز گفت این ارزشی نداره پس بدم. دو مرتبه گفت اینا رو به یک مسکین بدم. باز گفت اصلا اینا به کیسی خواهم بکنم، ارزش نداره. خلاصه تا موقعی که میخواست پایین شه، یک مرتبه این مسلمان باقی مونده پولا رو گفت پس من میدم به دریور، اختیار خدا هر کاری میکنه. این به این معنی که گاهی یک سخن و یک کلمه گپ با ممکن سبب هدایت یک کافر بشه یا خدای نکرده سبب گمراهی یک مسلمان یا یک کافر بشه. خلاصه بعد از اینکه یه مبلغ ناچیز پس میده به دریور، دریور برای از میگه من تو کار دارم، لحظه ای صبر کن. وقتی که این صبر میکنه، بعد دریور با این میگه میره به یک جای، به یک پارک بلفظ جای فارغ میشینه و برای از این میگه که من تو چون مسلمان بودی من تو تعقیب میکردم، مدت میشه یک ماه میشه که درباره تو تحقیق میکنم، اخلاق تو، روابط اجتماعی تو، برخورد که تو در همین محیط داشتی بسیار تحسین شده بود در نزد من، و این میگو تحسین نکردم، بسیار نیکو بود. من امروز گفتم باشه در قبال پولم من تو امتحان بکنم که آیا از نظر فرق بین ما تو هست در پول. وقتی که توی مبلغ اضافی رو بریم دادی، یقینا که ما به این دین تو ما گرایش پیدا میکن. بعد میگه تو اسلام رو به ما عرضه کن تا ای که ما مسلمان شو. در اینجا میگه این مسلمان رو گریه میگیره. وقتی که گریه میگیره کافر تعجب نکنه، میگه حال تو چرا گریه میکنی؟ حال وقت خوشحالی هست، تو باید خوشحال بشی. میگه به این اساس که من اول متردد بودم که آیا این یکی دو افغانی رو به اصطلاح تو پس بدم یا ندم، یا این برم خیرات بدم. اگر خدای نکرده من بی‌پروایی میکردم، من کمی در این زمینه احساس مسئولیت نمیکردم و همین یک افغانی رو به تو پس نمیدادم یا همین یک دو سنت رو به تو پس نمیدادم، ولو ای که میرفتم میر به مسکین خیرات میدادم، تو از اسلام منصرف میشی. گفت من از این فهمیدم که بسیار گاهی میشه قدم های کوچک ما، سخن های بسیار کم ما، یک عکس العمل نیک ما، ولو هر چند خورد باشه، سبب نجات شاید یک امت بشه، سبب نجات یک فامیل یا یک انسان باشه. پس بعد بسیار ما متوجه انشاءالله گفتار و رفتار و اعمال خود باشه. بله. سوال دیگر داریم جناب استاد. گفتن که نکاح یا عروسی بین دو عید چه حکم دارد؟ بعضی مناطق ایگه پردارن که اگر بین دو عید عروسی اتفاق بیفته یا نکاح اتفاق بیفته، آینده عزیز زوجین یک آینده روشنی نخواهد بود. آیا چنین چیزی وجود داره یا خیر؟
در اسلام قطعا ایتر موارد نیه که یک مورد اسلام عزیز ما را از نکاح کردن منع کرده باشه. نکاح یکی از مسائل اسلامی ماست، از مراسم یک و مراسم دینی، مراسم مذهبی و مراسم عقیدوی ما هست و اسلام به نکاح تشویق کرده. حتی بعضی دوستا گاهی دیگه سوال میکنن که مثلا در روز محرم اگر کسی نکاح بکنه، در روز عرفه کسی، در هر روزی که ما نکاح بکنیم نکاح امر نیکیه و این کار ما میتونیم انجام بدیم، چه در روز محرم باشه، چه در روز مثلا عرفه باشه، چه در روز فاتحه داری باشه، چه در روزهای هر روزی که باشه، در ماه مبارک رمضان یا غیر از. یکی متاسفانه یک رسم بعدی که بین تعداد کمی از مردم ایجا افتاده، این موضوعی که شما یادآوری کردین، نکاح کردن در بین دو عید و میگن آینده زوجین خدای نکرده خوش نمی باشه. ببینین این یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با مادرمان حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها و عن ابیها در انمی بین دو عید نکاح کردن. الله تبارک و تعالی به اساس حکمت هایی که پروردگار داره، الله می فرماید که لله ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان ها و زمین از الله تبارک و تعالی، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکر، فقط ذات الله تبارک و تعالی برای هر کسی که بخواهد، یعنی برای زوجین دختر میده. بعضی از زوجین ما میبینیم هر چه اولاد دارن دختره ولی صاحب پسر نمیشن، و باز بعضی برعکس هر چه اولاد دارن میبینین پسره صاحب دختر نمیشن. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا اینه که الله تبارک و تعالی برای بعضی زوجین عملا میبینین و این تبانی موارد بیشتره که برای از اونها هم دختر میده و هم پسر میده. یا در قسمت دو قلوها، بعضی دو قلوها میبینین هر دو پسره، بعضی دو قلوها مثلا همه دختره، بعضی دو قلوها دختر و پسره. و یجعل من یشاء عقیما، و تعداد رو الله تبارک و تعالی عقیم میگردانه، حالا چی مرد باشه عقیم یا زن باشه عقیم. صرفا چون سیدتنا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها صاحب اولاد نشدن، تعداد متاسفانه با کج فهمی که دارن، با عدم علمی که در این مورد دارن، میگن البته این نکاح خدای نکرده پیامدهای بدی داره. ما خیلی کسار میبینیم که در همین دو ماهون به اصطلاح اقتدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کردن و الله تبارک و تعالی زندگی خوب و خوشی هم برای از اینا داده. از جمله شما یقین کنیم و در همین جه از الله تبارک و تعالی می طلبم که برای همه اموات ما و شما و اموات امت مسلمه هم الله تبارک و تعالی غریق رحمت خود بگردانه، جنت الفردوس نصیب از اینا بکنه. من خودم به یاد دارم که وقتی که ما خواستگاری رفته بودیم، خصوصا که طبعا حکم پدر را دارم برای ما، الله تبارک و تعالی اونا رو مغفرت کنه، اونا نکاح من در بین همین دو ماه بسته کردن. یعنی در واقع قصدن این کار کردن، گفتن عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشه. الحمدلله حدودا تقریبا 29 سال میشه که من ازدواج کردم. ثمره ازدواج من فعلا الحمدلله 7 فرزند دارم و بسیار زندگی خوبی الحمدلله دارم و از الله تبارک و تعالی راضی هستم و افتخار میکنم به این که ما توانستیم یکی دیگر از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم که امان نکاح در بین دو عید باشه ما انجام دادیم. و توصیه برای دوستا اینه که این خرافات را از سر بیرون بکنن، خصوص زمانی که اینا بخواهن اقتدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنن. خب این نکاحی از اینا در بین دو عید یقینا که بازدارای فضیلت و ثواب هم میشه. پس عدم نکاح یا منع نکاح در بین دومان هیچ وجهه شرعی نداره و یه حرف فقط حرف پوچ و باطله. سوال دیگر داریم جناب استاد. ظاهرن که خواهر بیدن سوال فرستادن، گفتن که موهای سر که وقت برس کردن یا شانه کردن میریزه اونها رو جمع میکنن و اینها رو میفروشن، آیا فروختن از این جواز داره یا خیر؟ ببینین اعضای یا آنچه که از بدن انسان به اصطلاح بیرون میایه، مثلا مو یا ناخونهایی که ما میگیریم و امثال اینها، اینا از نظر کرامت انسانی میگن بعد حفظ بشه. مثلا جای دور بندازیم که این موی ما یا ناخون ما و امثال اینا دیده نشه، اینا زیر پا نشه. چرا؟ چون انسان کرامت داره، کرامت انسانی برهمی است. حالا هر پوستی که
هر پوست مثلا حیوانی که اگر ما میبینیم او در بازار دباغی میکنن یا به اصطلاح آش میدن و او پاک میشه از نظر فقهی، ولی از این نماز خوندن روایه، ولی هر پوستی که او آش داده شد دباغی شد و او پاک میشه میتونن ولی از این نماز بخونن، او برای خود جانماز درست بکنن. به استصلاح پوست آدمی، پوست آدمی اگر ما خواسته باشیم که او رو آش بدیم دباغی بکنیم بعد از بالی نماز بخونیم جواز نداره. درست. چرا؟ چون برای کرامت انسانه، انسان را الله تبارک و تعالی اشرف مخلوقات آفریده و می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم. یکی دیگر هم پوست خنزیره، یعنی مخوک، او باز به اساس ای که نجس العینه، هیچ با او پاک نمیشه. به همین اساس اعضای بدن انسان هم اگر دست داره، چشم داره، کلیه داره یا مثلا دیگه اعضای داشته باشه، موهای، از نظر کرامت انسانی باید فروخته نشه و جواز نداره. چی خوبه کریم موها خور یا مثلا ناخن خور امثال از این دفن بکنن. گاهی میشه که یک انسان میبینیم کلیه خور میخواهه که برای دیگری بده. این در صورتی که خود انسان سالم باشه، دکترای عزیز ما، دکترای متخصص، دکترای متجرب در این زمینه میگن اگر تو کلیه خور به فلانی اهدا بکنی و این برای از او بخشش بکنی به یعنی حفاظت جان تو تأثیر نمیکنه و زندگی تو به خطر نمیاندازه و میفهمه که او انسان رو دیگر میتوانه نجات بده، در واقع زندگی از او دوباره برای از او پس بده، عمل بسیار خوبیه، عمل بسیار نیکیه که او البته نباید بفروشه. فروختن اینا جواز نداره. خون میده برای یک مسلمان دیگه، سبب نجات از او میگه، یعنی خون نباید بفروشه. اینا در اسلام همه چیز توصیه شده. اما اگر بعضن گاه بالفرض استثناءن پیدا شد یک مسلمان به یک گرده نیازمنده، اگر این گرده نباشه زندگی از این به خطر میفته و هیچ کسی هم برای از این گرده حال بالفرض یعنی بخشش نمیکنه، حاضر نمیشه بخشش بکنه و این مسلمان برای حفظ جان خود اگر میره گرده میخره، یقینا که برای این انسان دیگه گناهی نیست، ای چون باید بخره تا اینکه خود از این در واقع از این خطر و از این هلاکت خور نجات بده. اما برای اونهایی که میفروشن در واقع کار نیکی نیست، چی خوبه که این اهدا بکنند و در قسمت دیگه مسائل مو و اینا هم که گفته اینا نباید بفروشند. اگر اینا میفروشند در واقع هم کرامت خور، عزت خور، بزرگی خور اینا زیر پا میکنند. به عنوان آخرین سوال جناب استاد، یک بنیدی ما در مورد نماز عید پرسیدند، گفتند که بهترین زمان برای ادای نماز عید چه زمان، یعنی تایم دقیقی، یعنی باید وقت‌تر باشه، دیرتر باشه، چه زمانی باشه نماز عید؟ وقت نماز عید یقینا که همونطور که انشالله همه دوستان میفهمن بعد از طلوع آفتاب روز اول عید، از اون لحظه نماز عید شروع میشه، یعنی دقیقا وقت نماز اشراق را که شما میخونید در حد 15 دقیقه تا 20 دقیقه از طلوع آفتاب که سپری میشه، یعنی اون وقت نماز عید شروع میشه از اون لحظه. اگر در همون لحظه هم ما نماز عید بخونیم جواز داره و هیچ اشکالی نداره. اما فقها و مجتهدین عزیز ما میفرمایند، خصوصا چه که در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله یاد آوری شده، نماز عید رمضان را فقها میفرمایند اگر قدر تأخیر بشه بهتر خواندن از اون. علت را به این میفرمایند، ببینید صدقه فطر یا مو سرسایه روزه که مردم میگن، او چی وقت بر ما واجب میشه؟ وقتی که صبح عید طلوع میکنه، طلوع از صبح عید و وقت ادای از چی وقته؟ تا قبل از نماز عید باید ادا بشه. حال اگر ما این وقت مد نظر بگیریم بسیار وقت کوتاهی هست، اگر ما از طلوع صبح، صبح عید تا نماز عید مد نظر بگیریم و نماز عید به اول وقت بخونیم تقریبا 2 ساعت هم در بر میگیره و این 2 ساعت هم لحظه صبح، نماز صبح یا وقت نماز صبح. خب در این وقت، در این وقت کم ما فقیر را از کجا پیدا بکنیم و چگونه ای را ادا بکنیم؟ ضمن اینکه صدقه فطر میفرمان در رمضان هم ادا میشه، یعنی بعد از 15 رمضان حداقل که سپری میشه باز ادا کنن خوبه. به این اساس اگر نماز عید فطر قدر تأخیر بخونن تا همین وقت گنجایش داشته باشه، یعنی مسلمان حال صبح عید شده بالفرض از خانه خود حرکت بکنه و همین صدقه فطر خود برای ادا بکنه، وقت داشته باشه، ای بهتره که پس قدر در نماز عید فطر تأخیر باشه، نه ای تو بسیار وقت خوانده نشه در بعد از طلوع در واقع آفتاب.
اما در قسمت نماز عید سعید قربان که روز قربانی هست، او هم از این لحظه ای که آفتاب طلوع میکنه قدر تقریبا 15 دقیقه که از این سپریشه وقت اشراق باشه آفتاب خوب روشن باشه وقت نماز عید هست. در نماز عید و قربان باز تعجیل یعنی زود خوندن بهتره، به این اساس بهتره که مسلمان ها بعد از اینکه نماز عید خور میخوانند باز راحت و آسوده به خاطر جمعی بالفرض برن علمو قربانی خور انجام بدن. شاید کسی قربانی را هنوز نخریده باشه، وقت باشه هم قربانی خود بخره، هم بیای اول ذبح بکنه، قربانی بکنه و به اصطلاح از نماز پیشین هم نمانه و همین روزهای عظیم از بین نره. پس به این اساس وقت این نمازها زیاد هست، اما وقت خواندن در نماز عید قربان بهتر است و در نماز عید فطر کمی اندک تأخیر مستحب و نیک. سپاس از شما جناب استاد، خیلی ممنون که در برنامه امروز تشریف آوردین و به تعدادی از سوالات بینندگان عزیز ما پاسخ دادین. من هم تشکر و سپاس از شما و همکاران شما و همه بیننده ها و شنونده های عزیز دارم. سپاس از شما. سلام. و تشکر و سپاس از شما دوستان گرامی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. به امید از اینکه شما دوستانی که سوال خود در برنامه فرستاده بودین بیننده برنامه بوده باشین و پاسخ سوال خود را گرفته باشین. و اگر شما دوستان گرامی که همکنون بیننده برنامه آیین زندگی هستین کدام سوال شرعی دارین، میشه از طریق راه‌های ارتباطی برنامه که در جریان برنامه امروز زیرنویس صفحات تلویزیون شما شد سوال خود با ما بفرستیم و ما در جریان برنامه آیین زندگی انشاءالله به سوالات شما پاسخ میدیم. تا برنامه بعدی آیین زندگی، خداوند یار و نگهدارتان.